فکر کرد که این با خودش کلنجار میرفته و آدم میکشته، روان آدم میکشته. بعضی اینجوری هست، چون شما نمیتونید، داغون میشید اگه هر دفعه بخواید با خودتون کلنجار بید. باید قصه رو حل کرده باشید برای خودتون، نه فقط حل کرده باشید، اصلا لذت ببرید، اصلا کیف کنید از اینکه یک چنین تفوقی دارید و میتوانید این همه آدمی رو زیر دست کنید، له کنید و به نالشون، به نیازهاشون هیچ اعتنا نکنید. یه چیزیست، بعضی ها کیف میکنن از این و یه همونیست که لذت زفر بگیرید. باری خب اگه آدم بخواد این رو هم میدان بده، اینم که نشد. در یکی گفته که بگذاران خد اون مال خودت رو، طبع و میل خودت رو رها کن، کان قبول طبع تو رد دست و بعد. این که بده، این که مردوده. راه های مختلف آسان شده است، هر یکی را ملتی چون جان شده است. گر میسر کردن حق ره بودی، هر جهود و گبر از او آگه بودی. خب مولانا مثال میزنه، میگه شما به ملت ها یا به فرهنگ های مختلف نگاه کنید، تو هر فرهنگ یه چیزی آسان شده، یعنی به ذائقه شون خوش می نشیند. مثلا فرض کنیم که هندی ها میگن که حالا بیشتر در گذشتگان که گوشت حیوانات رو خوردن خب قوی هست، این در واقع در اونجا خوش نشسته است. در میان کسان دیگری گوشت خاری قبیح نیست و فعل رایجی است. یا مثلا در یک جا چه می‌دونم نظافت فی المثل اونچنان که باید نیست. بطران راسل نقل میکنه که بعضی از راهبان مسیحی اینا بدنشون اونچنان رها کرده بودن، گفتن به بدن نباید رسید، که اصلا کرم و شپش و اینا رو بدنشون بود و اینا این آلودگی ها رو میطلبیدن و میخواستن، علامت رها کردن دنیا میدانستن. حالا یه دیگه هم این راه ها رو میپسندن، اما رو همه اینا بیایم صحه بگذاریم، حالا مولوی پایش رو بالاتر میذاریم، میگه اصلا ادیان مختلف، اونایی که به قول او گبرن، اینا گبری به دلشون خوش نشسته، اونایی که یهودن، یهودیت به دلشون خوش نشسته. پس حق کجا رفت؟ باطل کجا رفت؟ هر کی هر چی به ذائقش خوش آمده بگیم یا لا ادامه بده دنبال کن، پس دعوت حق کجا رفت؟ خب راه های مختلف آسان شده است، هر یکی را ملتی، ملت میدونی یعنی دین دیگه، یا ملت به معنای نیشن امروزی نیست، یعنی دینی، فرهنگی. هر یکی را ملتی چون جان شده است، دین به منزله جان اونهاست، خیلی دلنشینه براشون. گر میسر کردن حق ره بودی، هر جهود و گبر از او آگه بودی. این سخن رو اینجا نباید از آن مولانا دانست، باید این رو قاعدتاً باستاب سخنان اون اشکال کنندگان و گفتگو کنندگان دانست. مولوی واقعاً معتقد بود که به قول او جهود و گبر از خدا آگهند و حقیقتا پلورالیست بود و واقعا معتقد بود که این چراغ و این پتیله دیگر است، یعنی چراغ ها مختلف هست، نورشون یکیست، خلاصه یعنی از چه از چراغ بلورین، چه از چراغ نفتی، چه از چراغ الکتریکی، وقتی که شما